میگن ایران منزوی است، الان هم میگن مقصودشون رو این که پیش ملت ها منزوی است یا مقصود این است که پیش دولت ها منزوی است. اگر مقصود این است که پیش ملت ها منزوی است، خب بیان تجربه کنن. 21 تیر 1391، حدود 27 سال بعد. سلام المبايعين الطائعين، لقد قال شيخ الشهداء للإمام الخميني: سيدي لو خط البحر لخضناه معك، ونحن نقول لك والله يا سيدنا لو خط البحر لخضناه معك. این دختر شیخ راغب هر وقت که در سال 1363 پدرش روبروی صهیونیست‌ها سینه سپر کرد و شهید شد. جلو میشینیم، خیلی دوست داریم که اینجا باشیم. ما میگیم جانم فدای رهبر. سید علی که رهبر ماست که. نه، رهبر همه. آره، رهبر همه هست و رهبر ما هم هست. اینها همه در انتظار دیدن سید علی خامنه ای. I really don't know what to say. I mean it's very, words are very inadequate. I can't express myself. I'm here to see our supreme leader and ایشون نایب مهدی هست. اینجا بیشتر بانوان اهل سنتن. I'm happy. ملک الحقیقی یعنی الملك هو من يملك القلوب او يجتذب القلوب يعني. I'm from Montenegro. Montenegro, Southeast Europe. Today is the day that we will see you in the Poznan. No, I can't. انگار میهمانان آقا سید با هر سلیقه و زبان و عقیده‌ای که هستند در قلب خود دیوان شمس را ورقی زدند. بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. آقا از 85 کشور میهمان داشت، عاشقان الگوی ایرانی اسلامی. Cuz in my opinion I think this is probably the best sort of hijab, and when you come here and you we've loved it here. It's really nice here. نحن نقتدي بالتجربة الإيرانية بالنموذج الإيراني، هي ثورة الإمام خميني والصحوة الفكرية التي صاحبتها وتأثيرها أيضا، لأنها كانت نموذجا مؤثرا في لبنان. علي جواد أحمد الشيخ قتلته قوات الأمن البحريني. مادر علي شهيد 14 سالي بحريني هم مهمان بيجي آقا. احترام به خانواده شهدا مرام آقا سید است. میزبان این میهمانی برای مسافرانی که از راه دور به عشق بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی ایران آمده بودند سنگ تمام گذاشت. خوش آمد از کنم فهمید شما اینجا